مجموعه این آثار نقاشی تحت عنوان انفرارد یا مادون قرمز هست که من در اونها سعی میکنم نگرش و فلسفه ذهنی خودم رو نسبت به انسان کنونی بیان کنم. تکنیک ارائه آثار هم به صورت نقاشی و بر روی بوم با استفاده از اکریلیک و رنگ روغن هست، به این صورت که در گام نخست اثر روایت اولیه‌ای به ما معرفی میکنه و پس از حادث شدن تاریکی روایت دیگری از دل اثر به ما منعکس خواهد شد و این به دلیل حضور رنگ‌های فلورسنت هست که در روشنایی امکان دیدنش وجود نداره. تاریکی حادث شده‌ای که برای مخاطب در شرایطی که چند لحظه پیش امکان دیدن اشیاء رو در نور کامل داشته ایجاد حسی از معلولیت جسمانی خواهد کرد و این درست نقطه‌ایه که مخاطب به فکر واداشته میشه، یعنی به عبارت دیگر لحظه‌ای که او احساس میکنه نسبت به شرایط پیرامون خودش ناتوان هست. بخشی از این کاستی‌ها و عدم توانایی فیزیکی و حواس پنجگانه باعث میشه نسبت به خیلی از شرایط پیرامون خودمون حالت نوتر و خونسایی پیدا میکنیم. اصولا فکر میکنم اثر هنری امروز در یک حالت میان مرگ و زندگی قرار میگیره و اگر ما بخوایم به هر کدوم از این سمت ها اون اثر رو سوق بدیم، یا اثر رو به سمت تجسد میبریم و یا در گام های نخستین شروع شدن اون رو رها کردیم، که در هر دوی این حالت ها یا اثر دوران خودش رو سپری کرده و یا در دوره ذهنی جامعه ورود نخواهد کرد. به هیچ عنوان به دنبال دادن پندهای اخلاقی به مخاطب و یا نمایشی از خشونت‌های موجود در جامعه امروز برای اون نیستم، بلکه بسیار برای من جذاب هست که مخاطب رو در چیدمانی از کنش‌های روانی قرار بدم و در واقع به نوعی اون رو مورد آزمایش قرار بدم در شرایط تعریف شده‌ای که من بهش پیشنهاد میدم. استفاده ای از این تکنیک خاص هم به من این امکان رو میده که در تاریکی و روشنایی بخش پنهانی از روایت ها رو به مخاطب عرضه کنم. مسئله ای که شاید در سالهای پایانی هنر اکثر آثار حتی چیدمان های چند لطه رو به یک کلیت تک فریم تعبیر کرده و من سعی کردم این لایه های پنهان رو به نوعی از بین ببرم و فکر میکنم با ایجاد این تکثر در روایت ها ضریب برداشت های مخاطب تغییر خواهد کرد و این مسئله بسیار جذابی برای او خواهد بود، چرا که انسان در پست‌ترین و نابترین شرایط حضور خودش در جامعه تنها یک مسئله داره و اون انسان بودنه و نمیتونه از این ویژگی ها فرار کنه. ذهن انسان همیشه در مقابل ناشناخته ها و مسائلی که نسبت به اون تصمیم گیرنده نخواهد بود برداشت دگرگونه ای داره و این برای انسان امروز مسئله بسیار مهمی است.